یه مرد به همراه خانواده غیر واقعیش با چند تون مواد داره سعی میکنه که از مرز مکزیک به آمریکا رد بشه که پلیس ها بهش میگن از ماشین پیاده بشو چه اتفاقی برای این مرد و خانوادهش پیش میاد؟ به ادامه ویدیو اسپویلر هستش پس مواظب باشی فیلم با یه بابایی به اسم دیوید شروع میشه که کار شغل شریف فروش علف هستش و توی دنور زندگی میکنه اون به خیلی از مردم توی شهر علف میفروشه و تنها زندگی میکنه یه روز یکی از دوستای زمان کالجش ریک رو میبینه و حتی به اونم علف میده همسایه های دیوید روز که وضع مالیش خرابه و شغل شریفش هم توی کلاب خاک برسری هستش و یه پسر به اسم کنیه که جفتشون هم میدونن که دیوید شغلش چی هستش واقعا چه شغل شریفی دارن به دیوید و روز دارن میرن به سمت آپارتماناشون که کنی دم در خونشون میبینه که چند تا دوز دوره دختر رو گرفتن و میره به کمکش برادرم از اون برادرای گلیسه اما دوزا به کنی رحم نمیکنن اون رو هم میزنن دیوید که اینو میبینه میاد کمک کنی اما کنی که خیلی احمقه تابلو میکنه که دیوید شغل شریفش چیه و به دزدا میگه که همین الان توی کیفش کلی علف داره پس حواستون باشه دزدا دزدا اما از دیوید نمیترسن و بهش میگن که کیفتو رد کن بیاد وگرنه که با چند روش سامورایی پارت میکنیم دیوید فرار میکنه اما دزدا میگیرنش و تمام پولاش و عرفاش میره به باد فنا روز بعد اون کسی که علفا رو برای دیوید جور میکنه بهش زنگ میزنه ولی اون از ترسش جوابش رو نمیده اون منبع علفا هم یه عده رو میفرسته سر وقتش تا بیارنش پیش خودش اسم رئیس دیوید برد هستش بعد از اینکه دیوید رو میبرن پیش برد دیوید به برد میگه که قضیه از چه قرار رو دیشب تمام علفا رو از دست دادم رئیسش بهش یادآوری میکنه که تو به من قرض داری حواست باشه و برای اینکه تو بخوای این قرض تو پرداخت کنی میتونی بری مکزیک و از اونجا قاچاقی مواد بیاری و اسمتو پاک کنی تا اینجوری حسابمون با هم دیگه یر بشه دیوید میگه که من اگه برم این کارو بکنم خیلی خطرناکه ممکنه هم بگیرنم و بعدش 25 سالم زندان برام میخوره اما برد بهش میگه که تو هیچ راهی برات باقی نمونده و چون که پولی هم نداری تنها راهت این هستش که بری و اینو کارو انجام بدی دیوید میفهمه که اگه که بخواد تنها از مکزیک علف وارد کنه ممکنه که ریسک خیلی زیادی براش وجود داشته باشه برای همین میره پیش روز و ازش میخواد که اگه که میشه باهاش بیاد تو این کار بهش کمک کنه ولی روز قبول نمیکنه بعد از این روز کارش تمام میشه رئیسش از روز میخواد که با یکی از مشتری ها مشغول کارهای دفتری بشه تا اینجوری بتونه پول بیشتری در بیاره اما روز قبول نمیکنه و کارش رو ول میکنه زمانی که روز برمیگرده خونه میبینه که خونش رو درش رو بستن به خاطر اینکه اجارش رو پرداخت نکرده از اون طرف دیوید میره پیش کنی و از کنی میخواد که همراهش بیاد کنی هم یکی از دوستاش به اسم کیسی که یه هستش رو همراه خودشون میاره اونا میخوان به اسم خانواده میلر از مرز خارج بشن دیوید و کنی و کیسی میرن سالن تا یکم موهاشون رو درست کنن میخوان اینجوری قیافه مثبت تری داشته باشن زمانی که سوار هواپیما میشن دقیقا توی همون لحظه روز هم وارد هواپیما میشه و بهشون میپیونده اونا میرسن به مکزیک و سوار و ماشینی میشن که بعد باهاش برن به مقصدشون که ماشینشون یه ماشین آروی بزرگ هستش یه مردی به اسم تک چشم دیوید رو ملاقات میکنه و به افرادش میسپاره که ماشین دیوید رو پر از علف کنن دیوید اونجا میفهمه که علفهایی رو که بعد از مکزیک به سمت آمریکا ببره میزان خیلی کمی اونجوری که برد گفتن نیستن بلکه دو تون هستن وقتی که از مخفیگاه فروشنده های علف ها میان بیرون یه پلیس ماشین اونها رو نگه میداره و ازشون میخواد که بهش هزار دلار رشوه بدن یا یعنی اینکه یکی از اعضای خانوادهش بعد براش یه سری کارا انجام بدن دیوید میخواد پولاش رو حفظ کنه و خیلی خصیصه برای همین از روز میخواد اگه که میشه یه دستی روی سر روی شنبول این آقا بکش ولی مشخص میشه که مرد دنبال دختر نیستش و طرف همجنسگرا هستش پس دیوید که گزینه ای نداره از کنی میخواد که توی دستی روی سر رویشون بول این آقا بکش اما زمانی که دیوید داره کنی رو متقاعد میکنه پلیس میاد بهشون میگه من هزار دلار نمیخواستم و من فقط هزار پسوس میخواستم که پسوز واحد پول مکزیک هستش دیوید میفهمه که این پول زیادی نیستش براش برای همین قبول میکنه که اون پول رو پرداخت کنن دیوید و خانواده غیرواقعی واقعی سوار آروی میشن و میرن به سمت مرز بین مکزیک و آمریکا اما اونجا ایست بازرسی وجود داره توی ایست بازرسی که نگه داشتن اونا خانواده فیتس جرالدو رو میبینن تان به همراه همسرش ایدی و به همراه دخترشون ملیسا که اونا برای سرگرمی به این سفر اومدن یه دفعه زمانی که دیوید ترمز میکنه یکی از بسته های علف ها میفته روی پاش و خانواده فیتزجرالد اینجا کنه شدن و همش میخوان که باشون ارتباط برقرار کنن روز خیلی سریع علف ها رو میگیره دستش و میپیچونه داخل یه پتو جوری که به نظر بیاد اون یه بچه کوچولو هستش یه پلیس از خانواده اونها میخواد که از ماشین پیاده بشن تا اونها بتونن که ماشین رو بگردن اما دقیقا توی همون لحظه چند نفر در حال فرار کردن از مرز هستن و اینجوری دیوید و خانوادهش موفق میشن که از مرز رد بشن توی همون لحظه یه جای دیگه ما میبینیم که یه شخصی به اسم پابلو وارد اون مخفیگاه اون افرادی میشه که مواد رو به دیوید فروختن و مشخص میشه که پابلو اون کسی بوده که بعد به جای دیوید میومده و علف ها رو میگرفته و در اصل برد با این کارش میخواسته که مواد رو بدزده از اونجایی که مواد گیرش نمیاد، اون سریع ماشینش رو روشن میکنه و میفته به دنبال دیوید و خانوادهش وقتی که توی راه برگشت هستن به آمریکا متاسفانه ماشین دیوید خراب میشه به خاطر وزن خیلی سنگینی که این علف ها دارن خانواده فیتزجرالد که داشتن از اونجا رد میشدن میبینن که ماشین اینها خراب شده و اونها میخوان بهشون کمک کنن تا اونا بتونن ماشینشون رو یدک بکشن به تعمیرگاه زمانی که دیوید و روز توی ماشین دان میشینن میفهمن که دان پلیس مبارزه با مواد مخدر هستش اونا میرسن به تعمیرگاه اما میبینن که تعمیرگاه بسته است پس فیتزجرالد ها اونها رو دعوت میکنن تا با اونها اون شب رو بگذرونن اون شب اونها بازی میکنن که کنی قراره یه اسکیت رو بکشه ولی یکم این اسکیتش غلط اندازه ها نه اون شب اونها متوجه میشن که کنی عاشق دختر فیتزجرالد ها شده ولی کنی از اینکه عشقش رو اعتراف کنه میترسه و با اینکه دختر منتظره که کنی ببوسدش کنی بغلش میکنه پس دیوید کنی رو به یه گوشه میبره و بهش یه چند تا پند و اندرز میده که چجوری به دختران نزدیک بشی حالا انگار خودش مثلا چند تا دوست دختر و زن داره ها اون شب زمانی که فیتزجرالد ها خوابیدن دیوید تلاش میکنه تا کلید آروی رو ور داره و بتونن از اونجا جیم بشن اما دان و ایدی بیدار میشن و مشخص میشه که دان و ایدی خیلی دوست دارن که یه رابطه چند نفری با همدیگه داشته باشن اونا سعی میکنن که به دیوید و روز نزدیک بشن که روز و دیوید یه بهانه میارن و از چادرشون میزنن بیرون فرار میکنن پشت سرشون هم نگاه نمیکنن توی آروی کیسی داره تلاش میکنه که به کنی یاد بده که چجوری به دخترها نزدیک بشه توی همون لحظه روز هم وارد ماشین میشه و جفتشون دارن تلاش میکنن که با همدیگه به کنی یاد بدن که چجوری به دختران نزدیک بشه برای همین جفتشون لبهای کیسی رو میبوسن که توی همون لحظه ملیسا هم وارد آروی اونها میشه و اونها رو میبینه که دارن همچین حرکتهایی میزنن ملیسا فکر میکنه پیش خودش این دیگه چی کار است بابا هم داره خواهرش میبوسه اینجوری هم مادرش میبوسه اون فکر میکنه که این خانواده کلا خرابه و خیلی سریع از آروی میزنه بیرون بعد از اون فیتز جرالد ها اونها رو میرسونن به تعمیرگاه و از اونجا میرن دیوید زمانی که وارد تعمیرگاه میشه میبینه که تعمیرکار کلا دستاش بسته است و دهنش هم چسب زدن مشخص میشه که پابلو بهشون رسیده و ازشون میخواد که اون علف ها رو بهش برگردونن اونا خانواده علکی دیوید رو هم دستگیر کردن خانواده دیوید میگن که ما واقعا نمیدونستیم که داریم از تو میدزدیم اینجوری به ما گفته بودن که ما بیایم اینها رو بگیریم دیوی تمام خانواده علکیش رو معرفی میکنه و توی معرفیش میگه که روز هم کارش این هستش که برای مردها میرقصه اونم چجوری لختی خب بچه داستان داره کم کم هیجان انگیز میشه که <تصفح> این موضوع برای پابلو هم خیلی هیجان انگیزه پس پابلو از روز میخواد که ثابت کنه که کارش رقصیدن اونجوری هستش زمانی که روز داره میرقصه و بهش نزدیک میشه یه بخار آب رو باز میکنه روش و از اونجا همشون فرار میکنن کنی آروی رو میرونه و از اونجایی که مایکل شماخری برا خودش توی راه میزنه هر چی میرسه دستش رو داغون میکنه زمانی که خیلی بد کنی داره رانندگی میکنه یه روتل از توی سبد میوه ها میزنه بیرون و میرسه به شنبولای کنی و رو گاز میگیره اون یه جیغی از درد میزنه و اصلا تصورشم برای هر کسی فکر میکنم سخت باشه پس اونا از آروی پیاده میشن تا وضعیت تخم مرغای کنی رو بررسی کنن. کنی ازش میخواد که بذارم بره بیمارستان. اما دیوید میگه که نمیشه ما اصلا وقت نداریم و بعد خیلی سریع برگردیم پیش برد. به هر حال مجبور میشن که کنی رو ببرن بیمارستان. و اونجا کیسی پسر خوشتی پیو میبینه و شمارش رو ازش میگیره توی بیمارستان که هستن دیوید به برد تماس میگیره و بهش میگه که تو باید به من 500 هزار دلار بدی چون که این کاری که من دارم برای تو میکنم خیلی کار سختیه و تو به من دروغ گفتی و نگفتی که این الفا برای پابلو هستش برد با این میزان پول موافقت میکنه ولی میگه در صورتی که تو این الفا رو تا امشب برای من بیاری از اون طرف دکتر میاد پیش دیوید و خانواده و میگه که کنی خیلی شرایطش بده و بعد یه چند ساعتی و تو بیمارستان بمونه دیوید به روزو و کیسی میگه که من نمیتونم بیشتر بمونم چون که من بعد تمام این علف ها رو خیلی سریعتر برگردونم پیش برد زمانی که روزو و دیوید توی آروی هستن اون پسر خوشتیپه که با کیسی دوست شده بود میاد داخل آرویشون اسم پسر اسکاتی هستش اسکاتی میخواد کیسی رو با خودش ببره بیرون برن با هم دیگه بالا پایینی بکنن ولی دیوید قبل از اینکه بهش اجازه بده که کیسی رو ببره بهش میگه که بیا بشین پسرم میخوام یکم باهات صحبت کنم و بعد از اینکه مطمئن میشن به نظر اسکاتی پسر خوبی میاد اجازه میدن که کیسی رو با خودش ببره زمانی که دیوید و روز با هم دیگه تنها شدن اونا با همدیگه کمی صحبت میکنن و روز به دیوید میگه که من دوست پسرم آدم خوبی نیستش چون که هرچی پول داشتم و از توی بانک خالی کرده روز اونجا میگه که اسم واقعی من سارا هستش و روز نیستش این باعث میشه که دیوید تعجب کنه و بهش میگه که منم اسم واقعی باربارا هستش که اسم دختره بعد از چند مدت صحبت کردن که دیگه کم کم روز و دیوید دارن به همدیگه نزدیک میشن و میخوان بوس کنن همدیگه رو کیسی مثل سرخر وارد آروی میشد اجازه نمیده که این دو نفر همدیگه رو ببوسن توی صحنه بعدی پرستار بالاخره کنی رو میاره براشون زمانی که دیوید میخواد کنی رو سوار آروی کنه خیلی هیجان داره که این باعث میشه که یه دفعه ویلچر رو چپ کنه و کنی بنده خدا روی زمین پخش و پلا میشه روز اونجا سر دیوید داد میزنه میگه چه خبرته با این بنده خدا رو کشتی پاره شد و اونجا دیوید لو میده که قرار میزان پول زیادی بگیره از برد این باعث میشه که روز و کیسی از دستش عصبانی بشن و ازش پول بیشتری میخوان اما دیوید باهاشون موافقت نمیکنه و خیلی سری پاشو میذاره رو گاز و از اونجا میخواد بره توی راه برگشت با برد تماس میگیره و بهش میگه که من به زودی تا سه ساعت دیگه این علف ها رو میرسونم دستت از اون طرف کیسی و روزو کنی توی کارنوال اونجا موندن و اونجا کیسی به اسکاتی میگه که جریان از چه قراره و ما خانوادهمون علکی هستش و داشتیم علف قاچاق میکردیم از مکزیک اما اسکاتی این چیزا براش مهم نیستش و همش فکرش پیش همبرگر دختره است و میخواد که بهش نزدیک بشه تا ببوسدش و یه ذره باهاش پفک رو بخوره اونجا کیسی که این پسر شیه و از ازش دور میشه از اون طرف روز و کنی که میبینن که کیسی توی شرایط بدی قرار گرفته میان اسکاتی رو تهدید میکنن که حواست باشه چیکار کار میکنی ها اما اسکاتی به حرفشون گوش نمیکنه و روز هم با مش میزنه توی دماغشون بعد از اون دیوید برمیگرده پیششون و مشخص میشه که اون تنهاشون نذاشته و از اونجا نرفته و میخواد که باهاش بیان تا اون علفها رو به برد پس بدن اما ستاشون قبول نمیکنن میگن اون میزان پولی که تو میخوای به ما بدی خیلی کمه پس دیوید میخوان که پول بیشتری بهشون بده سر بهش میگن باید تعظیم کنی مقابلمون تا شاید ببخشیم این تو همراه بشیم دیوید اون کاری که گفته رو انجام میده و بهشون قول میده که اون 500 هزار دلار رو بین هر چهارتاشون تقسیم کنه زمانی که چارتاشون به سمت آروی میرن دوباره فیتس ها رو اونجا میبینن ای خدا اینا چرا گیر دادن ملیسا به ایدی میگه بابا اینا رو ول کن اینا خانواده کسیفی هستن ایدی فکر میکنه که ملیسا چیزایی که دیده مرتبط به زمانی هستش که دیوید و روز وارد چادرشون شده بودن برای همین سعی میکنه که به دخترش توضیح بده که قضیه از چه قراره دخترش ملیسا خیلی گیج میشه از حرفایی که مادرش میزنه ملیسا اونجا توضیح میده که من دیشب دیدم که کنی داشته مادرش و خواهرش رو میبوسیده این باعث میشه که کنی دوباره خربازیش گل کنه و پته تمامشون رو بریزه رو و بگه که ما خانوادهمون علکی هستش اینجا ایدی متوجه میشه که اونا دارن علف جابجا جا میکنن که دقیقا توی همون لحظه تکچش پشت سرشون در میاد و اون همهشون رو با تفنگش تهدید میکنه دقیقا توی همون لحظه دن از آروی میاد بیرون و با چیزی که توی دستش هستش تک چشم رو ناکار میکنه دان از ملیسا دخترش میخواد که سریعا به پلیس تماس بگیره اما توی همون لحظه پابلو سر میرسه و با توفنگش دختره رو تهدید میکنه پابلو از دیوید و دن میخواد که اون لیوان و تفنگ رو بهش بدن خانواده دیوید میگن که ما در صورت بدین علفا رو میدیم که تو هیچ کدوم از ما رو نکشی اونجا دیوید لو میده که چقدر خانواده جدیدش رو دوست داره و چقدر براشون اهمیت قائله. پابلو اونجا میگه که من اول خودتو میکشم تا تو, تو نبینی که من چجوری بقیه رو میکشم. دقیقا همون لحظه که میخواد دیوید رو بکشه یه دفعه آتش بازی صورت میگیره و دیوید هم از فرصت استفاده میکنه و باهاش مبارزه میکنه. بعد از اینکه پابلو رو شکست میدن، دیوید عشقش رو به روز ابراز میکنه. کنی هم ملیسا رو میبوسه. و این دوتا میپرن همینجوری تو بغل همدیگه که کم نیارن فیتزجرالد هم همدیگه رو بغل میکنن و یه جوری نقش بازی میکنن که ما اصلا چیزی ندیدیم شطور دیدی ندیدی شما برید از اینجا توی صحنه آخر ما ببینیم که دیوید اون علف رو تحویل میده اما برد بهش میگه که من بهت حتی یه قرونم پول نمیدم چون که تو هیچ کنوم اینها رو سر وقت نیاوردی دیوید بهش میگه که من خیلی زحش تا این علفا رو رسوندم دسته اما براد رو میکنه که من از همون اولش هم نمیخواستم به تو پول بدم دقیقا توی همون لحظه مامورای مبارزه با مواد مخدر وارد دفتر برد میشن و اون رو دستگیر میکنن رئیس این مامورها دان هستش که از دیوید تشکر میکنه توی صحنه آخر میبینیم که خانواده دیوید خیلی شاد دارن با هم زندگی میکنن کنی یه کانال یوتیوب زده و کلی ویدیوهاش بازدید خورده و پولدار شدن خانواده دیوید خودشون رو به همسایه های جدیدشون معرفی میکنن زمانی که چهار توی حیات خونهشون نشستن میبینیم که توی حیات خونهشون کلی علف در حال رشد کردن هستش و اینجا فیلم تموم میشه نظرتون راجع به این فیلم کمدی چی بودش حتما برام کامنت بذارید پایین خیلی دوستتون دارم تا ویدیو فردا شب با بای